درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. همانطور که در خبرها شنیدید، دکتر فیروز نادری، دانشمند نامدار هوافضای ایرانی آمریکایی، به تازگی درگذشت. یکی از دوستان نزدیک وی به نام رضا در رشته توییتی در توییتر با ارائه شواهدی به دنبال پشت پرده هایی است که ممکن است در پس این فاجعه وجود داشته باشد. او البته در ابتدای رشته توییت هایش عنوان می کند که هیچ شواهد تایید شده ای از قتل وجود ندارد، اما او مطمئن است که چیزی درست نیست. او آغاز به تحقیق می کند. وی می گوید که در جوانی یک خبرنگار بوده است و به خوبی می داند که چگونه سوژه ها را تحقیق کند. او می گوید پس از شروع به بررسی حادثه ای که منجر به فلج شدن دکتر نادری شده بود، متوجه می شود که چند وقت قبل از این اتفاق خودروی دکتر نادری هم تصادف می کند و دچار حادثه می شود. او می گوید که به یاد دارد که دکتر نادری همیشه اتومبیل خود را در وضعیت بسیار خوبی نگه می داشت و این حادثه که در اثر نقص در سیستم ترمز بوده است هم چندان منطقی به نظر نمی رسید. در حالی که رضا بیشتر تحقیق می کند، او به ایمیل های مشکوکی برخورد می کند که دکتر نادری طی چند ماه گذشته دریافت می کرده است. او می گوید که شواهد این ایمیل ها را در یادداشت های روزانه او پیدا کرده است. رضا می گوید که اگرچه که هنوز هیچ چیز تایید نشده است، اما من مطمئن هستم که یک نقشه پیچیده که دکتر نادری را در مرکز توجه قرار داده است، احتمالاً وی را به خاطر کارهای علمی که در جهت آوردن آزادی بیان و آزادی اندیشه به ایران انجام داده است و پیگیری‌های وی جهت آوردن اینترنت ماهواره‌ای به ایران، حذف فیزیکی کرده است. او می‌گوید با دوستان و همکاران دکتر نادری تماس گرفته است و سعی کرده است که پیام‌های رمزداری را از ایمیل‌های دکتر پیدا کند و آنها را رمزگشایی کند. وی میگوید هرچه بیشتر تحقیق کردم، بیشتر متوجه شدم که اوضاع پیچیده تر از آن است که بخواهیم ساده با قضیه برخورد کنیم. او میگوید با توجه به شواهدی که تاکنون به دست آوردم، هنوز نمیتوانم به طور قطعی بگویم که دکتر نادری توسط کسی به قتل رسیده باشد، اما هنوز نمیتوان فوت طبیعی وی را هم قبول کرد. او میگوید دکتر نادری قطعاً کارهایی کرده است که مردم ایران در آینده بیشتر ارزش آن را خواهند فهمید و وی را تحسین خواهند کرد. گفتن است که دکتر فیروز نادری بیش از 35 سال در مناصب و موقعیت‌های گوناگون در ناسا کار می‌کرد، ولی فعالیت‌هایش بیشتر بر بخش‌های مختلف آزمایشگاه و نیروی رانش جت JPL متمرکز بود و سهم عمده‌ای در بسیاری از پروژه‌های رباتیک داشت. او همچنین مدیر واحد اکتشافات منظومه خورشیدی ناسا بود. پروفسور فیروز نادری در سال 2016 بازنشست شد و با این حال پس از آن به عنوان مشاور مدیریت ناسا به کار ادامه می‌داد. دکتر نادری با وجود دور بودن از ایران، از آنچه در سرزمین مادریش می‌گذشت هیچگاه فارغ نبود و درباره مسائل سیاسی ایران فعال بود و به اظهار نظر می پرداخت. دکتر فیروز نادری چندی پیش در گفتگو با نازنین انصاری، روزنامه نگار بین المللی و مدیر مسئول کیهان لندن، درباره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست سخن گفت و توضیح داد که چگونه انرژی، دانش و استعداد نیروی انسانی ایرانیان در خارج از کشور می تواند ایران را از دست آخوندها نجات دهد. دکتر فیروز نادری که پیش از شورش 57 در مرکز سنجش از راه دور در تهران شروع به کار کرده بود، در ژوئیه 1979 پس از شورش 57 در ایران برای همیشه به آمریکا مهاجرت کرد. وی همواره در سخنرانی‌هایش و در مصاحبه‌هایش گفته بود که آرزوی او این است که بیاید به ایران و کارهای ساده و نوستالژی که پیشینش را تکرار کند، اتفاقی که با وجود رژیم جمهوری اسلامی هیچگاه محقق نشد.
وی در مصاحبه با نازنین انصاری از جمله گفت که شما نمی توانید قوانین 1400 سال پیش را در جامعه پیچیده قرن بیستم پیاده کنید. وی در همین گفتگو ابراز امیدواری کرده بود که کار تغییر رژیم در ایران از داخل و توسط مردم ایران هر چه زودتر به سرانجام خواهد رسید. گفتنی است که دکتر فیروز نادری با شاهزاده رضا پهلوی هم روابط نزدیکی داشت و شاهزاده رضا پهلوی که پیشتر از حادثه‌ای که برای دکتر نادری پیش آمده بود به شدت ابراز تأسف و آرزوی تندرستی برای وی کرده بود، بلافاصله پس از اعلام خبر درگذشت وی در پیامی او را از مفاخر علمی ایران نامید و افسود که او ایران را دوست داشت تا آخرین روزهای زندگی پربارش به دنبال راهی برای کمک به هم میهنانش بود و تلاش های فیروز نادری برای رساندن اینترنت ماهواره‌ای به جوانان ایرانی در اوج انقلاب ملی ایران هرگز از یادها نخواهد رفت. فقدان این دانشمند به نام کشورمان را به ملت ایران و به ویژه خانواده و دوستدارانش تسلیت میگویم. یادش گرامی و نامش همیشگی. گفتنی است که پس از اعلام خبر درگذشت فیروز نادری توسط خواهرزاده وی در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از سایبری‌های حکومتی و جیره‌خوران رژیم جمهوری اسلامی که برای فحاشی به شخصیت‌های بزرگ ایرانی و مخالفان جمهوری اسلامی و چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون در فضای مجازی پول می‌گیرند، با فعالیت گسترده در تمامی پست‌ها و مطالب مربوط به دکتر فیروز نادری در شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند که شخصیت وی را خدشه‌دار کنند و سخنانی نابجا و غیر واقعی را به وی منسوب کنند. تلاشی که با توجه به جایگاهی که دکتر فیروز نادری در قلب تمامی ایرانیان دارد، تلاشی عبث و بیهوده و یک لکه ننگ دیگر در کارنامه سایبری های سپاهی جمهوری اسلامی به حساب می آید. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.